لحظه خداحافظی 23 سپتامبر 1994 ساعت سه و نیم صبح بود. از کوچه های خلوت و خیابان های ساکت و فروشگاه های بسته و پارک های خالی و خانه هایی که ساکنانشان همه در خواب بودند با سکوتی تحمیل شده در حالی که مثل ما زده ها به جلوی ماشین خیره شده بودم عبور کردیم. وقتی به میدان شهیاد رسیدیم، اشک سردی که اصاره قلب فشرده شده هم بود، گونه هایم را خیز کرد. انگار برای اولین بار داشتم مزه تلخ رفتن را حس می کردم. هواپیما از روی باند فرودگاه مهرآباد حرکت کرد و از همان لحظه از یک شهروند به مهاجری که هنوز مقصدی ندارد تبدیل شدم. حس مسافری را داشتم که با ارزشترین وسیله اش جا مانده. حس فرزندی که مادرش سرپرستیش را به خانواده دیگری می سپارد. حس نهالی که از ریشه جدا شده تا به تنه دیگری قلمه بزنند. حس پرنده ای که نه به خاطر فصل بلکه به خاطر قصد شکارچی مجبور به ترک آشیانه است. حس همه ی آنهایی که تمام سهمیهشان از وطن مهاجرتی اجباری به دیاری نامعلوم است. امروز 23 سپتامبر 2024 سی سال از آن لحظه میگذرد. آنچه در این سی سال دوری مرا به ادامه زندگی امیدوار کرد و آشیانه در هم پاشیده ام را دوباره ساخت، حضور وفادارانه ایسای مسیح خداوندم بود. خداوندی که ما را در هیچ مکان و زمان و شرایطی فراموش و ترک و رها نمی کند. او وعده داده که خیمه های افکند شده همه کسانی که به او توکل کنند را دوباره برپا کرده و دیوارهای در همشکستهاش را تعمیر و خرابیهایش را بازسازی می کند. آموز فصل 9 آیه یازده من امروز بعد از سی سال شهادت می دهم که خداوند وفادار است. خداوندی که خیمه داوود را برپا نمود در همه 10950 روز این سی سال با امانت برای من و خانواده ام ایستاد و نگذاشت اگرچه خیمه و آشیانه فروریخت، امید و ایمانم فرو ریزد. اگرچه مهاجرین اجباری از اسب افتاده اند ولی از اصل نیفتادند اگرچه از خانه پدری دورند ولی مهر خانه پدری از قلبشان دور نیست. اگرچه مانند ظرف شکسته هر تکه دل و فکر و روح و احساس و خاطره هایشان به جایی پرت شده ولی روزی به هم خواهند پیوست. روزی شاید نما ولی نسل های بعد از ما بدون تردید سربلندی و شکوه و عظمت از دست رفته و آشیانه در هم ریخته شده مام وطن را خواهند دید. آمین.